سخنگوی وزارت امور خارجه فرانسه روز سه‌شنبه اعلام کرد پیشنویس قطعنامه‌ای در مورد تحریم‌ها علیه رژیم ایران توسط فرانسه، آلمان و انگلستان تنظیم شده و به مقامات روسیه، چین و آمریکا ارائه گردیده است. ژان باتیست ماتئی در مورد قطعنامه گفت این پیشنویس نسبت به پیشنویس قبلی تغییر نکرده است. این به معنی هدف قرار دادن برنامه‌های هسته‌ای و موشک ایران و نهادها و اشخاصی است که آنها را هدایت و پشتیبانی می‌کنند. عاملی که به تصویب این قطعنامه شتاب می‌بخشد و سمت و سوی آن را تعیین می‌کند آن است که آژانس بین‌المللی انرژی اتمی نیز بر عدم شفافیت رژیم در زمینه فعالیت‌های هسته‌ای تاکید می‌کند. رئیس آژانس روز سه‌شنبه در مصاحبه با خبرگزاری فرانسه گفت تحقیقات آژانس درباره برنامه هسته‌ای رژیم ایران در نقاط مبهم به مانع برخورده است. محمد البرادعی تاکید کرد تحقیقات این آژانس درباره برنامه اتمی رژیم ایران کماکان نشان می‌دهد که این رژیم به سوالات حساس درباره برنامه اتمی خود که آن را به مدت دو دهه مخفی کرده است پاسخگو نیست و آژانس همچنان برای تحقیق با مانع مواجه است. رئیس آژانس بین‌المللی انرژی اتمی گفت یک عنصر ویژه در پرونده هسته‌ای رژیم ایران وجود دارد که اجازه نمی‌دهد تحقیقات آژانس به شکل شفافی پیش برود. ما از نقطه تحقیقات خود را آغاز کردیم که متوجه شدیم به مدت 20 سال فعالیت‌هایی در جریان بوده است که از آن خبر نداشتیم. این خبرگزاری افزود دیپلمات‌ها با اشاره به سخنرانی فی‌البداهه محمد البرادعی در انتهای جلسه شورای حکام گفتند این سخنان سرخوردگی او را نشان داد به این معنی که بعد از بیش از 3 سال تحقیق هنوز قادر نیست که به طور روشن نتیجه بگیرد که برنامه اتمی رژیم ایران صلح‌آمیز است یا اینکه هدف شوم دیگری دارد. یک دیپلمات غربی نیز گفت البرادعی با اصرار بر دیپلماسی صلح‌آمیز برای خنثی کردن بحران اتمی رژیم ایران تمام آبرو و اعتبار شغلی خود را در کار با این رژیم به خطر انداخته است. روز سه‌شنبه همزمان با آماده شدن قطعنامه تحریم رژیم در شورای امنیت ملل متحد، جورج بوش رئیس جمهور آمریکا نیز در یک کنفرانس مطبوعاتی در استونی گفت: اگر رژیم ایران بخواهد با ما مذاکره کند، بایستی ابتدا غنی‌سازی اورانیوم را به نحوی که قابل تایید باشد متوقف کند. بوش افزود: رژیم ایران می‌داند چگونه با ما سر یک میز بنشیند و آن این است که برنامه غنی‌سازی خود را به طرز قابل تاییدی متوقف کند. یکی از نگرانی‌های من در مورد رژیم ایران تمایل آنها به تولید سلاح هسته‌ای است. اینکه این رژیم سلاح هسته‌ای داشته باشد و با آن از جهان باج بگیرد برای ملل آزاد قابل قبول نیست و به همین دلیل مشغول کار با سازمان ملل متحد هستیم تا پیام روشنی به این رژیم بفرستیم. اینکه 3 کشور اروپایی، آمریکا، روسیه و چین تمایل رژیم ایران برای داشتن سلاح هسته‌ای را قبول نمی‌کنند و اینکه راه بهتری در مقابل مردم ایران وجود دارد. هنری کیسینجر وزیر خارجه اسبق آمریکا نیز در مصاحبه‌ای با روزنامه واشنگتن پست گفت اگر در پایان دیپلماسی بی‌نتیجه ایران به ظرفیت هسته‌ای دست یابد و خلأ سیاسی را پر کند، تأثیر آن بر نظم خاورمیانه فاجعه بار خواهد بود. با نزدیک شدن چشم‌انداز تحریم رژیم، کشورهای صنعتی روابط تجاری خود با آن را کاهش می‌دهند و عملاً آثار تحریم قبل از تصویب قطعنامه ظاهر شده است. از جمله دولت اتریش قرارداد 850 میلیون یورویی خود با رژیم ایران را برای احداث خط آهن در تهران لغو کرد. به نوشته روزنامه اتریشی استاندارد، علت لغو این قرارداد از سوی اداره کل راه آهن اتریش وضعیت سیاسی و موقعیت متزلزل رژیم ایران در منطقه خاورمیانه عنوان شده است. دولت ژاپن نیز صادرات یک شرکت صنعتی به ایران را به مدت 2 سال ممنوع کرد تا از فروش تجهیزات مربوط به توسعه تسلیحات موشکی به رژیم ایران جلوگیری نماید. پیش از این نیز ژاپن قرارداد 2 میلیارد دلاری خود با رژیم ایران برای استخراج نفت از میدان آزادگان را لغو کرده بود. در ماه‌های اخیر هم 4 بانک بزرگ آلمان، 2 بانک UBS و کردیت در سوئیس و 3 بانک در ژاپن معاملات خود با رژیم ایران را محدود کردند. دولت آمریکا نیز از فعالیت بانک صادرات ایران در این کشور جلوگیری کرد.
در همین حال رژیم آخوندی و مهره‌های ریز و درشت آن از احمدی نژاد تا پاسداران و ائمه جمعه شهرهای مختلف کشور همچنان بر دستیابی به سلاح هسته‌ای پافشاری می‌کنند. روز سه‌شنبه رئیس اداره سیاسی سپاه پاسداران، پاسداری به نام یدالله جوانی، طی یک سخنرانی در کرمان گفت ایران باید به عنوان یک کشور هسته‌ای در جهان به رسمیت شناخته شود.